بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بنده عزيز وقرامية شبكيه جهانية وسال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باز هم با قسمت از برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران مهمان و کارشناس برنامه جناب استاد سليماني عزیز را در استودیو با خود دارم در آغاز سلام های خود و شما های عزیز را خدمت استاد سلیمانی بزرگوار تقدیم نموده ایشان را خوش آمدید میگویم من هر هم هر سلام دارم و ادب احترام خدمت شما سنوری گرامی برادر عزیزم استاد رحیمی بزرگوار و با همچنین همه بینندگان عزیز و عرجمند خدمت شما هستم تشکر سلامت باشید دوست سلیمانی عزیز بنده های عزیز البته از چندین هفته با ما هستید و میدانید که ما در مورد اسما و صفات الله متعال بحث های داریم و ارتباط این بحث با اولین رکن از ارکان ایمان که اساسی ترین رکن ایمان می باشد ایمان به با الله متعال از لوازم ایمان به الله متعال این است که ما باید اسما و صفات الله متعال را نیز بشناسیم تا به آن ایمان بیاریم در اسمای الله متعال به تعداد از اسمای مهم پرداختیم اولین اسمی که ما بحث کردیم اسم الله یا لفظ جلاله الله بود و سپس در مورد الرحمن الرحیم و همچنان رب العالمین مالک یوم الدین و در آخرین قسمت الحی القیوم روی این دو اسم مهم که در آیت الکرسی وارد شده است بحث های داشتیم حالا البته در این برنامه روی اسم دیگری از اسمای الله متعال بحث خواهیم داشت استاد سلیمانی عزیز کدام اسم است که روش می خواهیم بحث کنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و صلات و السلام علی رسول الله و علی و صحبه و من والا در برنامه امروز هم چون قول داده بودیم ما فقط گلچینی از اسما و صفات الله متعال رو مطرح بکنیم اونهایی که مهمتر هست در امتداد موضوع بعد از اینکه به آیت اشاره کردیم و لفظ الحی و قیوم رو در آیت کرسی آیه 255 سوره مبارکه بقره به امر عزیزان و بیننده درباره سخن ها گفتیم و صحبت کردیم بله سعی می‌کنیم در این برنامه و برنامه های پیش رو در آیات پایانی سوره مبارکه حشر درست که مجموعه ای از اسماء الله الحسنا رو در کنار خودش در خودش دم جمع کرده در آنچه که از این آیات اشاره نکردیم در این آیاتی که اسماء الله تعالی ذکر شده و انها الله متعال او با معرفه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم درست. در این آیات پایانی سوره که هش ما سعی میکنیم که در این باب صحبت بکنیم و در این آیات هم باز اولین اسمی که برای الله متعال ذکر شده اسم بسیار مهمی است و بسیار اسم عظیمی است و اسمی است که فهم درست و درک صحیح این اسم با ما خیلی کمک میکنه هم به تقرب بیشتر به الله متعال هم به تأثیر اون در ایمان ما و رشد ایمان ما و هم به دور شدن و نجات از خرافات و بدعاتی که احیانا در این اسم و عدم شناخت این اسم ما باش درگیریم اسم عالم الغیبی و شهاده که الله مطال می فهمهد هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده درست. ما درباره این اسم قصد داریم در برنامه امروز تا جایی که فرصت اجازه بده با همراه بینندگان عزیز و ارجمند صحبت بکنیم درست و اشاره هم کردیم در برنامه های گذشته مهم این آیه شریفه رو بارها که هم در سوره داری مبارکه داریم هم در سوره مبارکه زمر و جاهای دیگه کلای موتور گله میکنه غالبا از بعد از اینکه شرک مطرح میشه همیشه یک از دلایلی که مشرکین مبتلا به شرک شدن الله متعال میفهمند و ما قدر الله حق قدره الله موتور رو اون که شایسته شناختش هست نشن. نشناختن و قدر ننهادند درست و شناخت این اسما به ما کمک میکنه که ما بین بیماری مبتلا نشیم و ان امروز درباره عالم الغیبی و شهاده و هم بینندگان عزیز سخن خواهیم گفت بسیار خوب قسمی که شما وعده کرده بودین که به برخی از اسماء مهم البته به طور گلچین و انتخابی و گزینه‌ای بحث میکنیم گفتین بریم به سراغ آخرین آیات سوره حشر که تعداد از اسماء حسنا را در آنجا در بر روی آنها بحث میکنیم مجموعه ای بله مجموعه ای رو که سعی میکنیم ان اونایی که ذکر نکردیم رو درباره صحبت بکنیم هدف مشخصا از این که عالم الغیب و شهاده رو در این برنامه بحث میکنیم صرف به خاطر این است که در ابتدای آیات های آخرین سوره حشر آمده نه به این خاطر نیست موضوع اینه این... که این... بدون شک وقتی که متعال در یک آی... آیاتی پشت سر هم مجموعه ای است اسما و صفات خود رو با هم ذکر میکنه این مجموعه دلالت بر برها این گزینش و این انتخاب از طرف الله متعال و این مجموعه آیات وقتی که ذکر میشه دلالت های فراوانی برای ما داره و ما هم به تبع وقتی که الله متعال مخصوصا سوره 8 وقتی که باز ما در سوره 8 بخوایم صحبت بکنیم سوره 8 که باز اشاره داره به جریان قذبات رسول صلی, اللحة صلی اللحة الله علیه و سلم با بنی نظیر و یهودیان مدینه و جنگ های مدینه و تفکر یهود نسبت به الله متعال و همچنین تفکر مشرکین و اینها همین این ترتیب ها ترتیب در قرآن کریم ترتیبی که الله متعال قرار داده هیچ کدوم خالی از حکمت نیست علاوه بر این که ما این تعبیر به این خاطر نیست که در پایان سوره مبارکه 8 است ما وقتی که درباره آلمان غیب و شهادت صحبت می اسم العلیم رو هم در داخلش هست. درست. ما وقتی که در عالم الغیب و شهاده صحبت میکنیم، زمینا هم داریم درباره اسم العلیم صحبت میکنیم و اسم العلیم در بسیاری از آیات کلام الله مجید ذکر شده، کلمه العلیم که ما میبینیم که الله رحمتان در بسیاری از آیات کلمه العلیم رو برای خود استفاده میکنه و عالم هم خب به میدونیم که عالم هم عالم و علیم همشون از یک مستر هستن و از یک ریشه علم گرفته شدن که حالا العلیم صیغه مبالغه است و اسم مبالغه است و عالم اسم فاعل هست که درباره این صحبت خواهیم کرد مهم این است که ما در گزینش ها حالا این آیات رو ما به خاطر این انتخاب کردیم که علاوه بر اینکه که حال مجموعه از آیات هست آیاتی رو برای ما الله در این پایان سری مارکه هشت انتخاب کرده که این آیات گرچه تمام اسم الله نیستن، اما صحبت کردن درباره همین مجموعه هم به تنهایی ما رو بینیاز میکنه از اینکه دیگه بخوایم در تفاصیل بیشتری داخل بشیم و اینها لب لباب هستن اینها داست. چکیده مهمترین مواردی هستن که ما حتما اینها رو باید حداقل اگر نمیتونیم همه رو بررسی بکنیم اینها رو باید بررسی بکنیم چون انشالله. اینها ابعاد مختلف رو در بر میگیرن که ما بسیار در تقرب الله تعالی و شناخت تعالی و کمک خواهد کرد ان الله تشکر سلامت باشید بیننده عزیز پس موضوع این قسمت برنامه ما عالم الغیب و شهاده است که در آخرین آیات سوره حشر الله متعال با این اسم خود را بر ما و برای بندگانش معرفی می کند میشه برای ما عالم الغیب و شهاده را یک معنای سلیسی فارسی بکنید چون فکر می کنم کلی کلمات عربی است قبل از اینکه به معنا به پردازی من یک نکته دیگه هم اشاره بکنم که اولین بار نام عالم الغیب و شهاده در سوره مالک هشت ذکر نمیشه ما این تعبیر عالم الغیب و شهاده رو ده بار در قرآن کریم داریم با همین تعبیر عالم الغیبی و شهاده در با همین تعبیر ده, ده بار. در قرآن کریم در جاهای مختلف و قرآن کریم ذکر شده در سوره های مختلف ذکر شده ما در سوره مالکه انعام داریم این تعبیر رو ما در سوره رد داریم این تعبیر رو ما در سوره مالکه سجده داریم این تعبیر رو در سوره مالکه هشت داریم این تعبیر رو در سوره جمعه داریم این تعبیر رو و سوره های مختلف ما میبینیم که در سوره توبه داریم این تعبیر رو دو سه بار در سوره توبه این تعبیر رو ما داریم و این که در سوره هشت هم اولین بار در سوره هشت نیست یعنی در جاهای مختلف قرآن ده بار درست. خود این تعبیر با این همین تعبیر آهل ملغی و شهاده با همین تعبیر ذکر شده درست الان بر این که <تصفح> 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 خواهش میکنم الان بر این که ما آه، کلمه آهل غیب و شهاده رو مفهومش رو هم در آیات فراوان دیگری داریم الان بر این که ده بار اینجا خود تعبیر اینن آهل ملغی و شهاده ذکر میشه اما موضوع علم الله تعالی وسعت علم الله تعالی و علم غیب الله تعالی که بیشتر مفهوم این آیه است در آیات فراوان دیگری ذکر میشه که اونها هم به حال در این ذکر میشن اما خود معنی عالم غیب و شهاده تحت لفظی اگر میخوایم معنی بکنیم عالم خب ما در فارسی هم عالم استفاده میکنیم یعنی هر سه این کلمات رو ما در فارسی استفاده میکنیم مخصوصا دو کلمه اول درست. آلم به عالم به معنای همون عالم فارسی است وقتی میگیم عالم کسی که علم داره دانشمند دانشمند آگاه درست با خبر صاحب علم عالم اسم فاعل هست کسی که علم داره بهش میگن عالم درست عالم الغیب غیب حالا در تفاصیلش باز داخل خواهیم شد بیشتر جزئیاتش در فارسی ساده عالم غیب عالم آنچه که پنهان است غیب به چیزی که پنهان است ما در فارسی بهش میگیم غیب درست و در عربی باز معنی وسیع عالم غیب. و شهاده شهاده ما در فارسی کلمه شهادت رو استفاده می کنیم اما اصلش همین کلمه هست باز شهادت ما در فارسی گرچه در کتابتش مقداری فرق می کنه اما شهادت نقطه مقابل غیب است و به معنای آشکار به معنای آنچه که واضح هست آلمان غیب و شهاده معنی تحت لفظی اگر بخوایم بکنیم به زبان فارسی خودمون ساده این اسم الله متعال معناش این است که عالم به هر آن چیزی که پنهان است و هر آن چیزی که آشکار است درست این معنی تحت لفظی برای کلمه و معادل فارسی کلمه عالم الغیب و شهاده است در میزان لغت چون گفت اصل مفهوم این اسم رو نیاز به شهر داریم نمیتونیم ما در سه کلمه بگنجانیم حتی در خود عربیش هم عالم الغیب و شهاده رو ما به سادگی نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه بیایم و در توضیحاتش داخل بشیم و ببینیم که مراد از علم غیب چی هست مراد از علم شهادت چی هست و وقتی که الله مطال در قرآن کریم سخن میگه از غیب و شهادت و اختصاص میده علم اینها رو برای خودش در بسیاری از آیات به صورت اختصاصی برای الله متعال ذکر میشه مقصود چیست مراد چیست آل غیب و شهاده یعنی کسی که آگاه هست به غیب و کسی که آگاه هست به آشکار یعنی خلاصش رو بخوایم بگیم کسی که به نهان و آشکار همه چیز آگاه هست این معنای لغوی عالم الغیب و شهادت است بسیار خوب پس معنای غیب مخفی یا مخالف آشکار ضد لفظی آشکار غیب چیزی که مخفی است از چشم ما و ما نمی‌بینیم را غیب میگن درست است غیب حالا اگر در خود غیب در جزئیاتش بخوام وارد بشیم که در قرآن کریم حالا چه غیب به چه معنی استفاده شده ما کلمه غیب رو در ابتدای قرآن کریم داریم در ابتدای سوره مبارکه بقره داریم درست از صفات مؤمنین که این است که الذین یؤمنون بالغیب اولین صفتی که الله متعال میکنه برای متقین در ابتدای قرآن کریم در سوره سری مبارکه بقره میفهمد که این کتاب بر از الف این کتاب هدایتی است شک در این نیست و هدایتی است برای متقین الذین یؤمنون بالغیب متقین کسانی هستند که ایمان به غیب دارن ایمان به غیب غیب در معنای دقیق تر شکل بخوایم وارد بشیم در عربی هم در عربی هم غیب ما در فارسی هم غیب رو استفاده میکنیم در عربی هم همون غیب استفاده میشه بخاطر به خاطر تقارب لغت فارسی و عربی چون نزدیکترین زبان به عربی فارسی است و میتونیم بگیم حتی فرزند عربی است لغت فارسی غیب به آن چیزی است که پنهان است دیده نمیشه آنچه که پنهان است غائب هم از همین کلمه گرفته میشه میگه فلانی غایبه چرا یعنی پنهان از دیده ها ما نمیبینیمش پنهان پس میشه غیب ما در لغت وقتی که صحبت میکنیم از غیب معنای هر چیزی که پنهان است میشه غیب اما وقتی که ما در اصطلاح شر میایم درباره غیب صحبت میکنیم معنیش کمی وسیع‌تر از این است ما در شریعت وقتی که درباره غیب صحبت میکنیم هر آن چیزی است که ما نمیتونیم ببینیمش هر آن چیزی که ما قابل رؤیت نیست برای ما اون غیب است حالا این اقسامی داره درست و انواعی داره یک مواردی هست که ما اصلا در عالم فراتر از دید انسان هاست ما انسان هرگز اون رو نمی بینیم ما اون رو نمی بینیم در این دنیا با این امکاناتی که ما داریم با این چشمی که ما داریم قابل رؤیت نیست برای ما به مانند ذات الله مطال در دنیا قابل رؤیت نیست ذات الله مطال وجود الله مطال برای ما خود ذات الله مطال برای ما غیبه ایمان به غیب یکیش ایمان خود الله مطال است چون ما الله مطال رو در این دنیا نمی بینیم برای ما غیب است آثارش وجود داره بدون شک همه هر ذره ذره عالم دلیل بر وجود الله تعالی است بهشت وجود داره اما بهشت رو ما نمیبینیم و چون نمیبینیمش برای ما غیب دوزخ برای ما غیبه روز قیامت برای ما غیبه صحرای محشر و پل برای ما غیبه برزخ و عالم برزخ برای ما غیبه اینها جزی از غیب هستند اما حتی در خود عالم هم مواردی هست که به نسبت به ما غیبه ما الان برای ما غیبه اما برای گذشتگان ما شاید غیب نبود <applause> به مانند تاریخ گذشته تاریخ گذشته به نسبت به ما غیب حساب میشه اون بخشیش که ما از او بی اون بخشی رو که ما ندیدیم برای ما غیبه الان هم ما در عالم خودمون در حال حاضر هم مواردی هست که برای ما غیبه وجود جن برای ما غیبه برای ما انسان ها غیبه ما جن ها رو نمیبینیم جن برای ما یک عالم غیب هست عالم جن که وجود داره ما بهش اعتقاد داریم الله تعالی سوره به نام جن در قرآن داره اما ما نمیبینیم اونها رو پس اونها به نسبت ما غیب هست. درست. اما ایمان داریم بهش ایمان به غیب داریم نه ایمان به وجود جن داریم چرا چرا ایمان داریم چون الله متعال گفته هستند. چون هستند الله متعال فرموده هستند ما بهش ایمان داریم نادیده ایمان داریم ایمان به غیب داریم اما وجود جن نسبت به خودشون غیب نیست این غیب های نسبی ما یه غیب مطلق داریم یه غیب نسبی داریم. این غیب نسبت به ما غیبه اما نسبت به خود جن دیگه غیب نیست جن برای خودش که غیب نیست جن نسبت به جن غیب نیست نسبت به انسان غیبه اما نسبت به جن غیب نیست و مواردی از غیب هست که در آینده اتفاق میفته ما از گذشته گفتیم مواردی از گذشته غیبن که به تاریخ گذشته برمیگرده ما در گذشته وقتی که نگاه میکنیم در گذشته مواردی هستن که ما بهش میگیم غیب و ما دلیل این چی است که گذشته رو غیب میگه الله ما در گذشته غیب داریم الله مطال وقتی که درباره تاریخ گذشته برای ما صحبت میکنه از تاریخ گذشته به عنوان مثال درباره یوسف علیه السلام که صحبت میکنه درباره مریم علیه السلام صحبت میکنه درباره تاریخ گذشته صحبت میکنه درباره آنچه که اتفاق افتاد از کشتی نوح علیه السلام وقتی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم صحبت میکنه میفهمند ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک یا تلک من انباء الغیب نوحیها الیک اینها از اخبار غیبند که ما به تو داریم میگیم ای رسول ما داستان نو علیه السلام برای رسول صلی الله علیه و سلم غیبه چون ندیده چون اتفاق نیفتاده داستان مریم را علیه متان میفهمند و ما کن اذ یلقون اقلامهم اقلا ایهم یکفل مریم تا نبودی پیش اونها وقتی که اونها درباره اینکه که کفالت مریم رو کی به عهده بگیره با هم داشتن قرعه کشی میکردن اما رسول الله اینها رو بیان کرد این نسبت به گذشته غیب بود پس اخبار گذشته نوعی از غیبه آنچه که حال اتفاق میفته و ما نمیبینیم اینها غیبند و در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد اینها هم بخشی از غیبه بخشی از اخباری که در آینده اتفاق میفته که گفتیم بهشت دوزخ بهشت الان وجود داره الان هم غیبه آیندهش هم که ما در بهشت خواهیم رفت و این زندگی رو خواهیم کرد اینها هم جزء غیبه حتی اتفاقات و حوادثی که قرار در دنیای ما بله. الان اتفاق میفته این بخشی از غیب. و ما در قرآن کریم داشتیم مثلا الله مطال آمد وقتی که رومی ها شکست خوردن در سوره روم فمود الف لام میم روم روم غالب شدن شکست خوردن مغلوب شدن و رومی ها مغلوب شدن و شکست خوردن فی ادن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین و اونها در اون منطقه کنان شکست خوردن در این نزدیکی ها بعد از او بعد در خلال چند سال پیش رو اونها دوباره بر امپراتوری ایران غالب خواهند شد و این اتفاق سالها بعدش اتفاق افتاد وقتی این آیه نازل شد هنوز این حکایت غیب بود این حکایت از اخبار از آینده بود اخبار از آینده غیبه پس ما یک غیب گذشته داریم یک غیب حال داریم یک غیب آینده داریم که همه اینها غیبند آنچه که دیده نمیشه ما بهش میگیم غیب آنچه که قابل رویت نیست برای ما ما بهش میگیم غیب این معنای عالم غیبه ما وقتی که از عالم غیب صحبت میکنیم به این در کنارش یک عالم دیگه داریم که بهش میگیم عالم شهادت عالم الغیب و شهادت اینجا کلمه شهادت هم ذکر شده شهادت ما در فارسی هم استفاده میکنیم فنانی شهادت میده کی شاهده؟ فنانی شاهده شهادت میده شاهد شهادت مشاهده اینها همه از یک مستره همه هم از شهیده گرفته میشه در عربی عربی فارسیش دقیقا در ناکه. این معنی یک استفاده میشه فلانی شاهد ماجرا بود شاهد بود یعنی چی شاهد بود فلانی شهادت میده کی باید شهادت بده کسی که شاهد بوده باید شهادت بده کسی که شاهد نبوده نمیتونه شهادت بده نه ما میگیم آقا در دادگاه فلانی میاد شهادت میده یعنی چی شهادت میده یعنی شاهد است یعنی چی شاهده یعنی مشاهده کرده چی رو مشاهده کرده رو آنچه که درباره اون ما داریم صحبت میکنیم ما وقتی درباره شهادت صحبت میکنیم هر آن چیزی که هر چیزی که مد نظر ماست و ما او رو میبینیم در همون لحظه ای که ما به اون نیاز داریم این, این در اون لحظه خیلی مهمه روی این ما تاکید میکنم که چون در این باب با صحبت زیاد داریم مشاهده مشاهده یک امری که مطلوب است مشاهده یک شیء مطلوب در همان لحظه که مطلوب است در همون زمان در همون وقت در همون مکان این رو ما بهش میگیم شهادت این خیلی مهم شهادت چی است شهادت از شهادت شاهد... از... از دیدن شاهده. مشاهده است بله. مشاهده در فارسی من دیدن شهادت یعنی دیدن وقتی میگیم که شهادت عالم شهادت گفتیم عالم غیب آن چیزی که ما نمیبینیم بله درسته عالم شهادت اون عالم است که ما داریم میبینیم یعنی چی ما داریم میبینیم عالم شهادت هم اینجوری نیست که هر چیزی که من بینم ظاهرش واقعیتش اون چیزی که من نیاز دارم ببینم آنچه که مراد دیدن هست مطلوب هست در همون لحظه ای که مطلوب هست اگر دیده شد اینو میگیم شهادت همینه که مثلا متهم میاد شهادت میده که من دیدم چی دیدی من دیدم که در اون لحظه در اون لحظه این اتفاق افتاد در همون لحظه شاهد همون امر مطلوب است اون امر مطلوب رو شهادت میده پس چون در همون لحظه امری که مورد تقاضای ماست مطلوب ماست رو شاهد بوده و دیده اینو بهش میگیم شاهد مشاهدهش قبوله و شهادت میده ما وقتی درباره عالم شهادت صحبت میکنیم یعنی اینکه آنچه که قابل رؤیت هست ما خیلی چیزها رو میبینیم من شما رو دارم میبینم این عالم شهادته شما دارید منو میبینید این, من می این عالم شهادته بینندگان ما رو دارن میبینن این دارن ما رو میبینن اما دیده ها فرق میکنه الان روی این مسئله که آیا ما وقتی که از شهادت صحبت میکنیم آیا هر رؤیتی شهادت هست یا نه این موضوع بسیار مهم است الله متعال میفهمد من عالم به غیبم و عالم به شهادتم بله. علم الله تعالا به حدی زیاده که عالم غیبه یعنی چی؟ یعنی هر اون چیزی رو که ما خبر نداریم علیه تعالی خبر داره برای الله تعالی تاریخ برای الله تعالی تاریخ دیگه تاریخ مثل ب... ما غیب نیست برای او برای او تاریخ نیست همه چی واضحه برای او همه چی اصلا کل خودش خالق همه این اتفاقاته خالق اون وقایع هست و لحظه لحظه اونها رو خبر داره بلکه در زمان همونها هم چیزهای غیب بود که الله تعالی خبر داره حالا خود واقعی به جای خودش خود هم مثلا کسی در ذهنش فکری میکرد تصوری داشت باوری داشت که اصلا دوربری ها خبر نداشتن موتور خبر داشت هم و گونه کران این گونه است انه علیم نه. تعالی به ذات صدور الله تعالی عالم به ذات صدور است <تصفح> <خوش> <تصفح> الان هم ما در الله متعال آنچه که گذشته اتفاق افتاده ذره ذره او رو میداند اگر مقداری در این تمرکز بکنیم عالم رقیب، همین کلمه عالم الغیب حالا به شهادتش باز میرسیم که چرا الله متعال حکمت چی بود کلیم تعال شهادت رو هم ذکر کرد در حالی که خب حالا غیبش تا حدودی مثلا میگیم غیب بر ما غیب است شهادت رو که خب ما هم شاید ادعا بکنیم که ما شهادت رو که ما میبینیم دیگه حالا چه نیازی بود کلیم شهادت رو ذکر بکنه در خود عالم الغیب علم غیب الله وقتی میگیم علم غیب مثلا تاریخ از روزی که الله متعال آدم علیه السلام رو خلق, خلق کرد و مادر محبا خلق شد تا امروز ما میلیاردها نفر روی این کره زمین آمدن زندگی کردن و رفتن میلیاردها ذات شخص جسم با صفات و ویژگی های خاص خودش میلیاردها انسان که سالهای سال مثلا خود آدم علیه السلام گفته میشه 900 سال عمر کرد نو علیه السلام رو علیه متان میفهمد 1000 سال کرد و <تصفح> عمرهایی که چندصد سال بودن <تصفح> لحظه به لحظه این عمر انسان فکر میکنه ما الان نشستیم داریم غذا میخوریم داریم فکر میکنیم داریم این بر فکر میکنیم اون بر میریم فکر میکنیم این بر میریم فکر میکنیم تمام این فکرهای ما رو الله تعالی میدونه <تصفح> لحظه به لحظه یک انسان چقدر فکر میکنه از اول عمر تا آخر عمرش خود اینها رو همه اینها رو الله مطال ذره ذره اینها رو میداند علاوه بر این الله متعال شما فکر کنید تمام ویژگی های این شخص رو این اشخاصی رو که خلق کرده تمام بیماری های اینها احساسات اینها عواطف اینها رابطه اینها با اقوامشون رابطه اینها با فامیلاشون درگیری هاشون صحبت هاشون گفتگو هاشون نقشه هاشون چی می چطور میخوردن، اونی که می خوردن چطور بود چند گرم بود چطور مزه داشت نمکش چطور بود چطور نبود کجا رفتن کجا نیومدن همه اینها رو تمام آنچه که در تاریخ بشر اتفاق افتاده برای الله تعالی واضح هست ما اولین مخلوقات الله متعال نیستیم ما انسان هایی که الان روی کره زمین زندگی می کنیم اولین انسان هایی نیستیم که الله متعال خلق کرده الله متعال فقط خالق ما نیست و مالک ما نیست الله متعال قبل از ما میلیاردها انسان دیگه داشته میلیاردها موجود دیگه داشته میلیاردها حیوان پرنده درنده چرنده درخت ذره ذره رفته آیه 59 سوره که انعام میفهمد و عنده مفاتیح الغیب و نزد الله تعالی کلیدهای خزانه های غیب الله متعال غیب رو به گنج تعبیر میکنه که کلیدهایی داره مفاتیح الغیب این کلیدها فقط دست الله تعالی است و عنده ببینیم و عنده اینجا خود کلمه اندهو وقتی که مقدم شده بر مفاتیح الغیب تعبیر در اصلش اینه و مفاتح الغیب اندهو. اندهو اصل تعبیر نحویش اینطوریه ترتیبش باید اینطوری باشه وقتی که مقدم میشه اندهو بر مفاتح الغیب اینجا این تقدیم دلیل بر تخصیصه یعنی فقط نزد الله تعالی است مثل ایاک نعبدو نگفتیم نعبدو که کم هم همون معنای تو را میپرستیم معنا میده اما وقتی میگیم ایاک یعنی فقط انحصار میشه بر الله تعالی و انده مفاتیح الغیب ترجمهش این میشه که فقط نزد الله تعالی است کلیدهای غیب و خزانه های غیب و انده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو غیب رو الله تعالی فقط خودشه که میدانه و غیر از او کسی نمیدانه و الان در تفاصیلش بعضی هاشو که الله ذکر میکنه تا ما بفهمیم حجم این علم غیب الله متعال رو و مفاتح لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر هر آن چیزی که در خشکی زندگی میکنه خلاصش بله و هر آن چیزی که در دریا زندگی میکنه خود عالم در میلیاردها موجود زنده در دریا زندگی میکنه که تمام تفاصیل اینها رو الله تعالی میدونه و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و هیچ برگی از درختی نمیافته مگر اینکه الله تعالی میداند میداند یعنی چی الله تعالی یک روزانه الان در یک جنگلی وقتی انسان در وسط فصل پاییز خزان وقتی که میره میبینه چقدر برگ در حال ریختن هست در یک لحظه میلیون ها برگ داره میرزه در یک جنگل چه برسه که در کل زمین چه برسه که در یک سال چه برسه که در طول تاریخ کره زمین اگر میلیون ها سالش حساب بکنیم الله متعال تمام این برگ هایی رو که میفته یکی یکی میدونه که الان با چه سرعتی حرکت میکنه با چه شکلی حرکت میکنه موج سقوطش رنگش شکلش اندازش وزنش گرمش اون نقش روش همین اگه بخوایم فکر بکنیم انسان میمونه که این علم چه علمی است و ما تسقط و می ورقات الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض یک دانه در تاریکی های عمق زمین ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب و, و هیچ تری ولا یبسین و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین نظر الله متعال ثبت است الله متعال با آنچه که گذشته بوده غیب اطلاع کامل داره گذشته رو میدونه حال ما رو اون چیزی که ما خبر نداریم عالم غیب شاید از عالم شهادت خیلی عظیم تره عالم غیب نیست اما آثارش هست ما برق رو نمیبینیم اما آثارش رو میبینیم نمیتونیم این کار بکنیم که چون ما نمیبینیم برق رو بس برق نیست عالم غیب آثارش وجود داره آثارش ما داره میبینیم الله متعال وقتی که میبینیم جن و خیلی از موارد مثل این عالم غیب اگر بیشتر از عالم شهادت نباشه کمتر از عالم شهادت نیست الان خصوص که خیلی از عالم شهادت هم به نسبت به ما عالم غیب باز مثل گفتیم تاریخ گذشتگان تاریخ آیندگان عالم جن الله متعال من عالم غیبم و عالم شهادت هم هستم حالا اینش عجیب عالم غیب رو که میگیم خب الله متعال هر آن چیزی که از ما انسان ها مخفی است ما انسان ها چی رو خبر داریم ما انسان ها فقط اون چیزی رو خبر داریم که چشم ما میبینه گوش ما میشنوه زبان ما او رو درک میکنه همین حس هایی که ما داریم بل. حس بویایی هست بینایی هست شنوایی هست چشایی هست و لامسه هست ما فقط چیزهایی رو درک میکنیم که حواس پنجگانه ما درک میکنه همین حواس هر که اینها درک کردن ما بر اساس این میسنجیم بو ما با آنچه که در بینی ما قبلا فهمیدیم احساس میکنیم مزه ها رو با توجه مزه فلان چطوریه نزدیک به سیبه نزدیک مزش به خربزه ما درک میکنیم اما اگر خربزه نخورده باشه که چطور درک میکنه ما رنگ فلانی به فلان رنگ شبیه چون قبلا رنگ رو دیدیم تشخیص میدیم بوش شبیه بوی چیه مثلا لمس میکنی پوستش سفت بود سخت بود نرم بود خیلی مثل پنبه بود مثل چوب سفت بود اینا رو ما احساس میکنیم ما عالم شهادت برای ما آن چیزی است که احساس کردیم اون حواس پنجگان است و میبینیم درست الله متعال آنچه که نمیبینیم میشه عالم غیب الله متعال میگه غیب که مال چی شهادت هم مال بسیار خوب اجازه بدید خواهش میکنم بریم با سراغ من بر رو عالم غیب را هم الله میداند و عالم شهادت. شهادت را هم میداند خب شهادت را گفتیم که ما هم میدانیم وقتی که الله بر بالای ما منت میگذارد که من عالم غیب هم یا علم غیب نزد من هست بعد از اون میگوید شهادت را هم میدانم خب این جای جای سوال است جای سوال است واقعا جای سوال است که اینجا مدح هست در این در حالی که شهادت رو ما هم ادعا کنیم که شهادت تو داریم میبینیم بله بل. اجازه بودیم بریم با سراغ اکمن برنامه بنده های عزیز میام برنامه کوتاه میبینیم و برمیگردیم با لنا الكثير من الحكايا تحدثنا عن الامم الخوالي. ارسل الله تعالى هارون وموسى الى فرعون. واوصاهما. فقال جل وعلا: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا لا تقصرا. لا تقصرا في ذكري ولا تقللا. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا الى فرعون انه طغى. قوة القلب وطمأنينة النفس كلما زاد الذكر زادت معها قوة القلب. وإقباله وجرأته قد عاش الحوادث والقضايا وكل زال وهو إلى زوال بله های عزیز موضوع این قسمت از برنامه های زلال ایمان هست عالم الغیب و شهاده استاد سلیمان عزیز در مورد غیب و اقسام غیب و نسبی بودن غیب برای انسان ها صحبت های داشتن البته در این آیه گفتن که همراه اینکه الله متعال عالم غیب هست عالم شهادت هم هست شهادت چیزی گفتن که آشکار باشه ما میبینیم هر چیزی که من میبینم برای من آشکار هست یعنی شهادت است برای من برای جناب استاد سلیمانی عزیز همچنان همچنانی که شما چیزهایی را که مشاهده میکنین این برای شما حاضر است و آشکار هست و شهادت هست پس سوال اینجاست که وقتی که الله متعال غیب را میداند و با علم غیب یا با علم غیب خود را برای ما معرفی میکند که یعنی ذات بزرگی هست که غیب را میداند و مستحق عبادت هم او ذات هست همراه این میگوید که عالی شهاده هم هست خب اینجا واقعا جای مد هست چیزی را که دیگران هم بدانن یک کسی بگوید که من فلان چیز را میدانم یعنی دیگران هم میدانن امتیازی در کجاست اینجا یا میزیه در کجاست ما در ابتدای صحبت اشاره کردیم که شهادت وقتی گفته میشه شهادت که ما در یک شیی را ببینیم و رؤیت بکنیم آنچه بح. که مطلوب است بح. در همان لحظه که مطلوب هست بعد به خاطر شاهد رو ما در دادگاه میگه فلانی شاهد ماجرا است و میتونه شهادت بده چون که آن قضیه مورد نظر ما رو در همون لحظه که مورد نظر ما بوده و اتفاق افتاده با چشم سر دیده و رویت کرده بله و هم خاطر ما بگیم که این شاهد ماجرا است اما آیا ما آنچه رو که میبینیم در عالم آیا واقعا آنچه رو که میبینیم در همون لحظه که اتفاق افتاده در همان حال در حاضر آن اتفاق میبینیم این سوال اصلا ما در واقع ما در واقع شیعی به اسم حاضر ما میگیم گذشته حال آینده بله ما در جزئیات وقتی داخل بشیم این در لغت در کلام در گفتار صادق است جور در میاد اما در واقع چیزی به اسم حال وجود نداره چون دنیا همیشه در حال گذر هست و هیچ چیزی ثابت نیست یک مثال ما الان مثلا این صدایی که از دهان من خارج میشه همین الان که میگم الان این تا خارج بشه به گوش شما برسه گوش شما وقتی که میرسه دیگه الان نیست مازی شد گذشت برای شما الان نیست چرا که صدای من رو اون لحظه که من گفتم نشنیدید این اینکه با فاصله کم شنیدید بله این اینکه با چند ثانیه تاخیر دیگه الان نیست هر آن چیزی که برای ما اتفاق میفته اصلا آیا ما عالم شهادتیم آنچه که ما میبینیم شهادت است شاهد عینی هستیم حال رو داریم میبینیم یا نه همه اینا برای ما گذشته است مثلا ما خورشید رو داریم میبینیم در ای که طلوع میکنه یا غروب میکنه اون صحنه های درنگیز قشنگ زیبای طلوع خورشید یا غروب درنگیز غم انگیز خورشید رو مشاهده میکنیم ما داریم میبینیم که خورشید آمد بالا آیا این تصویری که ما الان از خورشید میبینیم تصویر همین الان ما همین الان خورشید هست که ما بتونیم بگیم ما شاهد خورشید هستیم ما شهادت داریم الان علم ما علم شهادت است و همین الان داریم میبینیم نه بین ما تا خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله است و نور خورشید میدونیم که تا وقتی که از خود خورشید شعاع خورشید به ما برسه 8 دقیقه طول میکشه یعنی آنچه که ما از خورشید داریم میبینیم مال 8 دقیقه پیش خورشیده و آن مکانی که ما از خورشید در آسمان داریم میبینیم هم مکان 8 دقیقه پیش خورشید است نه مکان فعلی خورشید یعنی دو تا علم است این حساب کتاب خود علوم فعلی ماست علمای ستاره شناسی و منجمین این این, این یک جزء بدیهیات و ابجدیات علم نجومه کسی در این فکر با بابا بحثی داشته باشه که ما آنچه که از خورشید الان داریم می‌بینیم هر کسی که خورشید رو داره نگاه میکنه هیچ انسانی روی زمین قادر نیست خورشید رو پخش زنده ببینه با 8 دقیقه تأخیر می‌بینه حداقل با 8 دقیقه تأخیر می‌بینه چرا چون نور خورشید تا به ما برسه دور می‌کشه 8 دقیقه و آنچه که ما الان می‌بینیم 8 دقیقه پیش حرکت کرد الان به ما رسید ما داریم میبینیم این مال هشت دقیقه پیشه نه جای خورشید که الان در آسمان هست این جایی است که فعلا اونی که ما میبینیم جای فعلیش نیست جای هشت دقیقه پیش بود که تازه به ما رسیده اگر بخوایم کم بریم دورتر مثلا نگاه بکنیم به مشتری مشتری که خب یک از ستاره های بزرگ منظومه شمسی هست به. یک غولی هست هزاران برابر زمین مشتری با ما چارونیم حدودا چار و نیم ساعت نوری فاصله داره و بالای 500 میلیون کیلومتر با ما فاصله داره فاصلهش تا خورشید خیلی بیشتر هم هست الان 450 میلیون مایل با ما فاصله داره 450 میلیون مان کیلومتر مایل که بیشتر از کیلومتر است بین ما و مشتری فاصله است 4.5 ساعت حدودا خورشیدی یعنی اگر نور با سرعت خودش که با سرعت خودش در ثانیه حرکت بکنه 4.5 ساعت بعد به با ما میرسه ما الان وقتی که مشتری رو نگاه بکنیم با تلسکوپ می‌بینیم من الان می‌خواد دام می‌کنم من شهادت رو دارم می‌بینم دیگه من الان به صورت زنده با تلسکوپی صاف نگاه بکنم به صورت مشتری و داخل مشتری رو ببینم که میتونم تصاویرش رو ببینم با امکانات امروزی به راحتی میشه دید این تصویری که من می‌بینم ما مال 4 نیم ساعت پیشه این تصویری که من الان می‌بینم مال چهار نیم ساعت پیشه و مکانی که الان من دارم می‌بینم از مشتری مال 4 ساعت پیشه شه. چون مشتری داره حرکت می‌کنه در مدار خودش این مدار فعلیش نیست یک کمی اگر اون برتر بریم در ستاره ها و سیاره هایی که چند سال با ما فاصله دارن مثلا اولین همسایه خورشیدی ما که نزدیکترین چهار نیم سال نوری با ما فاصله داره چهار نیم سال نوری با ما فاصله داره ما اگر نگاه بکنیم تصویری که از اون میبینیم مال چهار نیم سال پیششه چهار سال پیشه که ما داریم میبینیم مثال ساده تر بکنیم الان اگر بین ما و مشتری کسی بری روی کره مشتری بتونیم هم ارتباط برقرار بکنیم به صورت وایفای این موبایلی که ما داریم یک موبایل اونجا باشه یک موبایل اینجا باشه ما از اینجا سلام بکنیم سلام ما رو چند دقیقه بعد میشنم اونجا کسی که در مشتری است چهار و نیم ساعت بعد صدای ما بون میرسه ما بگیم سلام اون 4 و نیم ساعت بعد سلام ما رو در مشتری میشنه بعد اونم بخواد بگه وعلیकुम السلام تا وعلیकुम السلامش به ما برسه 4 و نیم ساعت بعد به ما میرسه یعنی 10 ساعت طول میکشه تا ما سلام و وعلیकुम السلام اون رد بدل بشه بین ما و مشتری این کدام کجاش مشاهده است و اون معنایی که ما شاهد عینی باشیم هر آن چیزی که از ستارگان ما در آسمان داریم میبینیم تصویر فعلی اونها نیست مشاهده حالت الان اونها نیست ما تصویر پخش زنده نمیبینیم ما با تاخیر داره میبینیم الان بیننده خود ما وقتی یک تصویر ما شما رو دارن میبینن ما میگیم زنده است برنامه اما 8 ثانیه تاخیر داره تصویر اون چیزی که بیننده داره میشنوه ما 8 ثانیه قبلش تو استدیو گفتیم و همین خاطر ما همیشه مشکل با بیننده ها داریم که وقتی تماس تلفنی زنگ میزنن چون تماس مستقیم وصل میشه به استودیو به. اون لحظه آنی هست تصویر 8 ثانیه بعد میرسه میگن آقا با دیگه داره حرف میزنه رو آنتن چون تا تصویر بره روی ماهواره از ماهواره پخش بشه بیاد پایین 7 8 طول میکشه پس ما هم وقتی که داریم ادعا میکنیم عالم به شهادت هستیم اصلا عالم به شهادت نیستیم که گفته عالم به شهادتیم آنچه که ما داریم همش تاخیره ولی الله متعال نیست برای الله متعال دیگه نور خورشید هشت دقیقه بعد نمیرسه برای الله متعال تصویر مشتری تصویر چار و نیم ساعت قبلش نیست برای الله متعال تصویر ستاره هایی که چند میلیون سال نوری با زمین فاصله دارند ما الان اگر بگیم فلان ستاره مثلا یک میلیون سال نوری با ما فاصله داره معناش اینه که تصویری که ما الان از اون ستاره میبینیم مال یک میلیون سال پیشه شاید الان اون ستاره اصلا وجود نداشته باشه و در اون ستاره که یک میلیون سال پیش اون سیاره که یک میلیون سال نوری با ما فاصله داره اگر ما توانایی داشته باشیم بریم آنجا و از اونجا به زمین نگاه بکنیم با سرعت اگر اونجا می بودیم به زمین نگاه میکردیم تصویر یک میلیون سال پیش زمین رو میدیدیم این کمی مباحثی است که در علم فیزیک در علم شیمی مطرح میکنیم اگر ما بتونیم الان در فاصله در ستاری باشیم که 1500 سال نوری با ما فاصله دارد الان در اون ستاره یا سیاره ده. می بودیم می تصاویر زمین رو در صدر اسلام مشاهده بکنیم یک دوربینی می در مدینه منوره یک دوربین تلسکوپ قوی تصاویر 1500 سال پیش چون الان اونجا با اونجا می رسه دیگه وقتی 1500 سال نوری با فاصله داره یعنی تصاویر 1500 سال پیش الان بونها اونها می رسه. به 1500 سال عقب است؟ تصویر 1500 سال طول میکشه تا بونها اونها برسه مثلا اینه ما وقتی میگیم سال نوری یعنی نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه اگر حرکت بکنه یک سال بعد به اونها میرسه اینو ما میگیم سال نوری که میلیارد کیلومتر میشه هر سال نوری بیش از میلیارد کیلومتر اگر حساب بکنیم هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حساب بکنیم یک سال چند ثانیه میشه انقدر مسافت طی میکنه نور ما وقتی میگیم 8 دقیقه بین ما و خورشید فاصله است چون نور از خورشید حرکت بکنه تا به ما برسه به آن سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه 8 دقیقه بعد به ما میرسه به خاطر بوده مسافت و <applause> از تصویری هم که ما میرسه مال 8 دقیقه پیشه وقتی میگیم یک سال نوری فاصله داره یعنی این تصویری یک سال پیش حرکت کرده الان به چشم ما رسیده این تصویری یک سال پیش ما داریم میبینیم وقتی میگیم مثلا فلان ستاره با ما 1500 سال نوری فاصله داره یعنی تصویری که ما از اون الان داریم میبینیم مال 1500 سال پیششه نه 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 الان وجود نداشته باشه از بین نفته باشه اصلا و اگر در اون ستاره کسی و اون سیاره به زمین نگاه بکنه تصاویر 1500 سال پیش زمین رو می‌بینه یعنی زمان ابتدای اسلام رو داره می‌بینه اینا در حالتی است که ما توانایی این رو داشته باشیم کجا بریم ولی این یک واقعیت علمی است درست این یک پدیده علمی است این یک واقعیت موجوده پس وقتی که ما میگیم عالم الغیب الله تا عالم به غیب است یعنی هر اون چیزی که اتفاق نیفتاده اون چیزی که اتفاق افتاده اون چه که گذشته اتفاق افتاده آنچه چه که آینده اتفاق خواهد افتاد و آنچه چه که فعلا هست همه رو الله تعالی میدونه که چی آن چه که فعلا ما احساس میکنیم داریم میبینیم رو هم الله تعالی درستش رو میبینه اصلش رو میبینه من وقتی که نگاه میکنم به خورشید 8 دقیقه پیشش رو میبینم اما الله تعالی همون لحظه خورشید رو خبر داره من وقتی به مشتری نگاه میکنم چهار و نیم ساعت پیشش رو میبینم الله تعالی همون لحظه مشتری رو داره میبینه من وقتی به ستاره که هزار سال نوری با من فاصله داره نگاه میکنم با تلسکوپم تصویر هزار سال پیشش رو میبینم گرچه ظاهرا من دارم بینم. بله من ظاهرا به ظاهرا برای من مشاهده است آقا داره تلسکوپ گذاشتن با آسمان ستاره همین داره چشمک میزنه ستاره داره چشمک میزنه داره میبینیم ستاره داره میبینیم اما این تصویری که ما از میبینیم ما رو کی هست مالش هزار سال پیش است 500 سال پیش است مال فعلا نیست این که الله متعال میفهمن من عالم غیب هستم و شهادت خود همین شهادتش هم کمتر از غیب نیست اینجا چون شهادت به نسبت به ما ما فکر میکنیم شهادت میبینیم هیچ انسان تمام انسان روی زمین با تمام امکانات جمع بشن نمیتونند که عالم به شهادت باشن به معنای درستش یعنی در همون لحظه هر چیزی رو که اتفاق میفته در عالم جلوی جلو چشمشون قادر باشن ببینن این که من شما رو دارم هر چی این مسافت الان شما دارید میبینید بله همین این دو شما دارید میبینید من گفتم شما دارید منو میبینید این هر چی مسافت بیشتر میشه هر چی مسافت بیشتر میشه این بود هم بیشتر میشه و هر چی مسافت نزدیکتر میشه این بود کمتر میشه ولی با این وجود باز هم شما هم که دارید میبینید صدای منو میشنوید دقیقا همون لحظه و همون ثانیه و همون صد ثانیه نمیش نمیدونه میبینید با تاخیر به شما میرسه درسته؟ این هرچی مسافت کمتر میشه گفتیم هرچی مسافت کمتر میشه باز هم این فاصله کمتر میشه ولی در کل مثال خورشید خیلی مثال واضح است حالا فاصله های نزدیک کمتر خودشون نشون میده کمی تعیینش سختتر میشه برای ما بحب. اما خیلی عادی خورشید رو نگاه بکنیم مال 8 دقیقه پیشش ماهو نگاه بکنیم مال یک چند ثانیه حداقل چند ثانیه پیشش هست مال ستاره های هر چی دورتر میره فاصله بیشتر میشه اینه که الله میاد میگه من نه تنها عالم به غیبم تمام آنچه که اتفاق افتاده گذشته و آینده و الان و آنچه که نیست اگر بود چگونه خواهد بود ما وقتی درباره الله مطال علم غیب صحبت می علم ماکان آنچه که بوده است علم ما یکون علم آنچه که خواهد بود علم ما لم یکون. انکان کیف کان آنچه که نیست اگر می بود چطور می بود رو الله مطال خبر اینها خاص الله تار است الله مطال می من آهاله مال غیب, شهادت آلم به, غیب آلم به شهادت هستم منم که عالم به غیبم و منم عالم به هم در همون لحظه در هر لحظه هر شیعی در عالم چه وضعیتی داره این رو بهش میگیم شهادت اون رو الله مطال فقط داره میدونه نه ما ما نمیتونیم اینه داره بکنیم ما حتی در علم به شهادت هم علم به شهادت هم ما در برابر الله متعال همونقدر که علم غیبش رو ما در برابر علم غیب علیه متعال ناآگاهیم در برابر علم به شهادت الله متعال هم همون اندازه ناآگاهیم تشکر سلامت باشید بعد از این فلکیات کمی برگردیم این برگ. بسیار خوب میشه برای ما دلایلی از قرآن کریم برای عالم غیب بودن الله متعال مختصرا اگر به بعضی از آیات اشاره کنین تا مفهوم علم غیب و عالم الغیب بودن الله متعال بیشتر واضح شود وقتی ما صحبت از علم غیب می کنیم گفتیم که یعنی آن قدرت و توانایی که تمام جزئیات ذره ذره جزئیات با آنچه که تفاصیلی که ذکر شد از آنچه پنهان و نهان است و آنچه شهادت و آشکار است با اون تعبیری و تفسیر شرحی که از شهادت داشتیم مراد این است و این علم خاص الله تعالی است بدون شک اشاره کردیم با آیه 59 سوره انام که انام کلا تان و عنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو عنده را مقدم دانست تا تخصیص بده که فقط نزد الله تعالی است کلیدهای غیب و جز الله متعال کسی دیگری غیب نمیداند. نمیداند باز ما در سوره مبارکه نمل داریم آیه 65 الله متعال میفهمند قل ای پیامبر من بگو لا یعلمو من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بگو در آسمان ها و در زمین هیچ کسی غیر از الله متعال غیب را علم غیب را منظور ما از غیب اینجا علم مطلق غیب است هیچ کسی غیر از الله متعال این علم رو نداره این آیه قرآن دیگه خود الله متعال میفهمد لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله به غیر از الله متعال هیچ کسی در آسمان ها و زمین نمیداند غیب رو که این غیب پس اشاره بین داره که مختص به چیز به الله متعال است این،, این, کدام غیب است الان شما قبلا گفتین که غیب نسبی هست برای ما انسان ها یک چیزی برای شما غیب هست برای ما غیب نیست برای ما غیب است برای شما غیب نیست آنچه که ما صحبت کردیم الان چون غیب نسبی است به نسبت به انسان ها آنچه که نزد الله متعال از غیب مطرح میشه همون علم ماکان و ما و ما لم یکون کان علم تمام آنچه که در گذشته بوده و اتفاق نیفتاده علم هر آنچه که در آینده است و هنوز آنچه گذشته بوده و اتفاق افتاده و علم هر آنچه که در آینده است و اتفاق نیفتاده اتفاق نیفتاده و اتفاق خواهد افتاد تمام جزئیاتش و علم آنچه که نیست اگر می بود چگونه بود این علم غیب اما برخی از موارد رو ما خبر داریم ما مثلا گذشته رو به ما خبر دادن وقتی گذشته به ما خبر داده میشه دیگه غیب نیست دیگه غیب نمیشه چون ما خبر شدیم به نسبت به ما خبر شدیم مه. این اون معنای علم غیبی که ما صحبت میکنیم ما وقتی که از علم صحبت میکنیم با اینکه جزئیاتی از غیب بله جزئیاتی از غیب رو الله متعال در قرآن برای ما گفته جزئیات رو در قرآن برای ما گفته جزئیات به انبیاء الهی میگفت رسولان رسول الله صلی الله و علیه صلیم. و سلم از بهشت برای ما گفته از تفاصیل بهشت برای ما گفته از دوزخ برای ما, ما گفته از تفاصیل دوزخ برای ما گفته آماده رسول الله صلی الله علیه وسلم از حتی کلام ها و صحبت هایی که در روز قیامت مطرح میشه بین انبیای الهی و بین مردم برای ما بیان کرده از تو اهل بهشت برای ما بیان کرده اینها همه جز غیب است درسته اینا جز غیب است رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود که این اتفاق میفته در قبل از قیامت این اتفاق میفته این اتفاق اشراط و ساعه علائم قیامت رو برای ما معرفی کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان حیات خودشون گفتن که فلان کاخ های چیز رو دیدم کاخ های کسرا رو دیدم کاخهای رو، یمن رو دیدم شام رو دیدم حتی سراغ ابن مالک رو وقتی که در شب هج... در مسیر هجرت دنبالشون می اومد گفت سراغ اون روزی که دستبندهای پادشاه ایران به دستت بشه چه حالتی داری این از آینده خبر دادن بود اینها بخشی از غیب است که ما در سوره مبارکه جن الله متعال میفرماید که عالم الغیبی الله متعال عالم غیب است فلا یظهر علی غیبی احدا هیچ کسی رو به غیبش آگاه نمیکنه الا من ارتضى من برخی از اون رسولانی که از اونها راضی است الا اون چیزی که راضی باشه از رسول برخی از موارد رو با طبیعت حال رسالت که بعضیش معجزه است به خاطر بر رسالت انبیا باشه معجزه است خبر دادن از آینده و بعد که این آینده اتفاق میفته این معجزه است که اتفاق میفته <applause> وقتی که اتفاق افتاد در دل پون تبعینش ایمان قوی تر میشه بیشتر میشه خاص این موارد خاص است انبیای الهی برخی از موارد به وحی میشد وحی میشد و اونها آنچه را که به اونها وحی میشد میگفتن بله انبیای الهی غالبا انبیای الهی این اتفاق برایشون میفتاد عذاب می اومد الله تعالی میگفت سه روز بعد عذاب میاد پیامبر می اومد سه روز بعد عذاب میاد خب این رو کس کجا می وحی می بهش همینی که رسول الله صلی الله علیه و در سوره مبارکه در سوره مبارکه احقاف آیه نهم میفرماید که من و ما كنت بدع من الرسل من اولین پیغمبر نیستم که چیزی نو پدیدی نیستم پدیده نو نیستم و ما ادری ما يفعل بي ولا بكم و ما ادری من نمیدانم ببینیم ما درباره کی صحبت میکنیم درباره رسول الله صلی الله علیه و که دیگه بهترین انسانه یعنی بهترین پیامبر یعنی بعد از ایشون دیگه طبیعت بقیه وضعیت بقیه انسان مشخصه بشم. بقیه مخلوقات مشخصه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند ما ادری من نمیدانم ما یفعل بی ولا بكم. چه اتفاقی برای من میفته چه اتفاقی برای شما میفته این من نمیدانم یعنی چی این من نمیدانم که چی میشه چه اتفاقی برای من میفته برای شما میفته نشان به چی داره اشاره به این داره که من پیامبر عالم به غیب نیستم من خبر ندارم فردا چه اتفاقی میفته من نمیدانم چی میشه حالا سوال پیش میاد که یا رسول الله اگه شما خبر ندارید چی میشه چطور مثلا فلان جا گفتید این اتفاق میفته شد فلان جا گفتید کاخ فلان جا میشه فلان شما اینطوری به چیز گفتید به سراغ ابن مالک همچین وعده ای دادید شما شما که میگید ما ادری ما فعل بی والا بیکم من نمیدانم چه اتفاقی برای من میفته برای شما چطور از آینده خبر میدید در ادامه آیه الله متعال پاسخ میده از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم که بگو ان اتبعو الا ما یوحا الی من فقط اون چیزی که من وحی میشه به شما میرسونم یعنی این علم از پیش من نیست من در ذاتم این علمو ندارم بلکه الله مطال یک مواردی از این غیب رو به من میگه فرق من با شما اینه که من وحی میشه به شما نمیشه و اینهایی که به من وحی میشه من به شما میگم اینطور نیست که من خودم عالم به غیب باشم هیچ پیغمبری عالم به غیب نبوده خود رسول الله صلی الله علیه و سلام در آیه 188 سوره مبارکه که میفهمد قل لا کلی نفسی نفعا ولا ضرا من مالک النفع و ضرر برای خودم نیستم چرا نیستی چون من از آینده خودم خبر ندارم الا ما شاء الله مگر اون چیزی که الله تعالی برای من خواسته باشه از نفع و ضرر ولو كنت اعلم الغیبه، اگر من غیب میدانستم یعنی چی اینجا منظور از غیب میدانستم یعنی اون غیبی که بیشتر الله است یعنی عالم الغیب و شهادت بودن یعنی و فاتح الغیب اگر اگر من غیب میدانستم یعنی علم غیب میداشتم لستکثرت من الخير و ما من در کارهای خیر می افسودم و ضرری به من نمی اگر رسول الله غیب می دانست که 50 نفری که در احد روی این تپه فرستادن و تاکید کردند که پایین نه اگر میدانست اینا پایین می آیا اونها رو آیا میگذاشت آی می گذاشت اونها آی چرا عوض نکرد آیا میدانست اون 70 نفری که در بیر معونه و بیر رجی 70 80 نفری که فرستاد اونها رو می کشن؟ از حافظان قرآن آیا میدانست که اینها رو می اگر میدانست پس چرا فرستاد این سوال ها پیش میاد الله متال مي فهم من باز در اي 52 ماركه ان ام كلا مي فهمت خطا بر رسول الله صلى الله عليه وسلم بگو قل لا اقول لكم عندي خزائن طه خزائن الله متال گنجيش بيشه من نيست ولا اقول لكم اني ملك من نيگه من فرشته هستم ولا اعلم الغيبه ومن غيب نميگونن غيب نميدانم ان اتبي الا ما يوحى الي مواردي هست بله باز مواردي رو من از آينده گفتم از اتفاقات گفتم از امم مسابقه گفتم از امم آتیه دارم به شما میگم از آرایم قیامت دارم میگم این اتبیه و الا ما اینها اون مواردی است که من وحی میشه آنچه که من وحی میشه من به شما دارم میگم آنچه که من وحی نمیشه من دیگه خبری از اینها ندارم خب اینجا استاد سلیمانی عزیز بعضی هایی که برای بعضی از مخلوقات الهی علم غیب ادعا میکنن این همین حرف شما رو میزنن میگن ما نمیگویم که اینا خودشان علم غیب را میدانند بلکه آن چیزهایی که به اینها الهام میشه یا وحی میشه هر مثل معجزه باشه یا کرامات باشه یا هر که شما او را تعبیر بکنین میگن او را میدانن، ما نمیگیم که او از پیش خود غیب را میدانستن اولا که خیلی از اینها ادعاشون این نیست اونا میگن علم ما کان و ما مالم یکون و ما کائن این کان کیف و یکون میدونن خیلی میگن امامان ما علم گذشته علم آینده علم آنچه که نیست اگر باشد چگونه خواهد بود رو میدونن که این دقیقا همون عالم الغیب به شهادت است این که صراحتا همون علم غیبی است که خاص الله تعالی است این مسئله اپ اما حتی اگر کسی بگه که من اینطور نمیگم فقط همون چیزی که وحی شده خب تمام آنچه که وحی شد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش وحی شد از دنیا رفت تمام شد از دنیا رفت ایشون رفت انبیای الهی از دنیا رفتند الان شما اولا که الله متعال میفهمند الا منیر ارتضام رسول فقط رسولان هستند که برای اونها الله متعال وحی میکنه غیر رسول وحی که به این شک باشه ندارن. شما چطور ثابت میکنید که فلانی و فلانی که الان اولا که اگر بخواید بگید خب رسول که رفت شما چطور ارتباط برقرار میکنید در بارش بعد بگن خب رسول میشنوه صدای ما رو حاضر ناظر خبر میکنه بعد از الله متعال میخواد که باز این ما داخل میشین در موضوعات دیگری اگر این رو ثابت نکنن اون موقع حاضر ناظر بودن و سمیع بودن و بصیر بودن رو برای الله متعال فقط خواست الله متعال ثابت میکنن که اون رو ما ان در بحث سمی و بصیر صحبت خواهیم کرد بشه شب. موضوع اینه که اگر از این ور فرار بکنن حالا این رو هم بکنن خب شما <coughs> برز پوزش اگر این اعتقاد رو ندارید که انبیا و اولیا غیب این غیب مطلق میدونن اصلا چرا میرید پیششون بس خب اگر میگید که فقط آنچه که الله تعالی اونها وحی کرد خب اون وحی در زمان رسالت بود تمام شد رسالت دین هم تکمیل شد تمام شد رفت رسول الله صلی الله علیه و دین رو تکمیل کرد به ما رساند قرآن رو رساند قرآن تکمیل شد رفتن شما چه دلیلی دارید که اول رسول الله صدای شما رو میشنوه چه دلیلی دارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه که شما اظهار میکنید اصلا کسانی که ندا میکنن به این نیتن که اون حال من رو خبر داره اگه حال شما رو خبر داره چرا ندا میکنید ممکن خبر داره تناقض از هر طرف فلانی خبر داره عالم به غیب هست خب, خب اینجا مال... اگر الله هم خبر داره الله خبیر است ما باز هم باید ما رو صدا بزنیم در اگر که الله شما... حالت ما رو میدونه الله خالق است الله مالک است الله اله است الله مالک یوم الدین است رب العالمین است الرحمن الرحیم است اگر این صفات رو شما برای غیر الله ثابت میکنید ما حرفی نداریم خب بگی چند تا خداست دیگه خلاص ما این رو یک روزی الله رو صدا میکنیم یک روزی فلانی و فلانی رو صدا میکنیم تمام ما به حرفی نداریم ما بحثی با این نداریم اگر کسی بخواد بیاد بنده رو با الله قیاس بکنه اون الله خالق مالک یا کن و یا استاین بگه خب الله رو ما میپرستیم بقیه رو می خب خلاص با حرف ادعا کردی که چند دیگه ما با شما حرفی نداریم اما وقتی که صحبت میشه که فلانی و فلانی علم غیب میدانند اگر علم غیب اینها علم مطلق است که ماکان و ما یکون و ما کاین پس شما چرا میخوانید اصلا او رو چرا میخوانید اون بعد از حال شما خبر باشه دیگه اون بعد از این اصلا خود درجه عالم غیب و شهادت بودن رو اثبات کردن بر غیر الله تعالی این شرکش همین جای براز میشه و محرز میشه غیر از این هم اونها که میدانند خب اونها که عالم غیب هستند و شهادت هستند چرا این علم غیب شهادت در دنیا به درد خودشان نخورد الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمد ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من ما وما مسني السوء علم غیبی که به درد صاحب خودش نخورد وقتی به درد صاحب خودش نخوره به درد ما و شما میخوره اون موقع و موارد زیاد دیگری هست که من احساس میکنم وقتی وقت اجازه که ما صحبت بکنیم من چون اگر اجازه بدید دامی موضوع رو در برنامه بعد بریم چون اول اینکه اونشون شبهات رو که مطرح میشه دلایل مختلفی که ذکر در علم غیب اینا رو ما بعد درباره صحبت بکنیم و توضیح بدیم و موضوع دوم دو که مهمتر از شبهات هست که خود عالم و غیب و شهادت رو ما چطور میتونیم با این صفت رو در زندگیمون اجرا بکنیم چطور با این صفت اونس بگیریم این صفت چه تأثیری در زندگی ما داره ایمان بهش تفکر بهش تدبر بهش و چطور ما با این صفت عالم و غیب و شهادت بیشتر تقرب میجویم شکر. در برنامه بندی ان شاء الله الله بارک الله فیکم های عزیز همان گونه که دیدید بعضی از شبهات و همچنان تاثیر ایمان به عالم الغیب و شهادت بودن الله متعال بالای ما انسان ها چه تاثیری داره این محاور این موضوع ما باقی مون در برنامه بعد ان روش بحث خواهیم کرد ما از عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه الله یار و مددگارتان و سلام علیکم الله وبرکت.